سلام بر شما، خوش آمدید به این صفحه دوی آخر هفته. 30 سال از رهبری آیت الله علی خامنه ای در جمهوری اسلامی می گذرد. 30 سال دوره طولانی برای زمامداری هر رهبر سیاسی است. آیت الله خامنه ای 50 ساله که در دهه 60 شمسی رهبر شد، با آیت الله خامنه ای که حالا در 80 سالگی رهبر است تفاوت دارد. او کسی است که از دید طرفدارانش سیاستمداری کارکشته و داناست و رهبری کاریزماتیک که سیطره‌ای فرای مرزهای ایران دارد، چهره‌ای برای مبارزه با امپریالیسم. برای مخالفانش اما او دیکتاتوری لجوج است که کشوری با پتانسیل بالای پیشرفت را به لبه پرتگاه سقوط برده، کسی که مسئولیت تصمیم‌هایش را به عهده نمی‌گیرد، تصمیم‌هایی که فراتر از مرزهای ایران بر زندگی بسیاری دیگر تأثیر گذاشته. امروز نگاهی می‌کنیم به 30 سال زمامداری آیت الله خامنه‌ای. آیا او آنطور که از مدارک سیستم‌های اطلاعاتی غربی به تازگی برآمده، سیاستمداری معتدل بوده که دچار دگردیسی شده؟ او در مقایسه با رهبر پیشین جمهوری اسلامی چطور رهبری است و آنچه او برای رهبری بعدی نظام می‌گذارد چیست؟ در برنامه امروز 3 مهمان داریم. احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس با ماست. محمد حیدری، روزنامه‌نگار از واشنگتن. و اینجا در استودیو همکارم پوریا ماهرویان. خوش آمد میگم به هر 3 مهمان برنامه. من میخوام از آقای سلامتیان شروع بکنم. با توجه به تجربه ای که دارن و این 30-40 سال رو برای لحظه به لحظه دنبال کردن، من اگه بخوام از شما یک چکیده ای بگیرم از رهبری آیت الله خامنه ای بر ایران، به نظر شما او چطور رهبری بوده برای ایران؟ آقای خامنه‌ای خودش را برای ولایت فقیه و رهبری در چارچوب ولایت فقیه آماده نکرده بود. همون ترتیبی که گفت مشخص و روشنه، برای شگفتی بوده که اصلاً این همای بر سر او بنشینه. متناسب با جایی که در مسند این ولایت در تناسب قوای درون حاکمیت ایران و حاکمیت و جامعه و جامعه ایران و جامعه بین‌المللی بوده، آقای خامنه ای از این نقطه نظر میشه گفت برای حفظ قدرت خودش به عنوان ولایت فقیهی که خودش هم اذعان میکنه شرایط فقهی و مشروعیت های انقلابی و تاریخیش رو نداشته، متزلزل بوده، قدم به قدم اومده مثل اینکه اطمینان بیشتری به خودش پیدا کرده. اما یه نکته عمده وجود داره که جایگاه ولایت فقیه اینقدر جایگاه بدیع و بدون سابقه است در تاریخ ایران و حتی در دنیا، علارغم شباهت‌هایی که با نظام‌های دیگه داره، که خود این مسند در تحول خودش کسی رو که رو اون مسند نوشته نشسته سخت در چنگال خودش تغییر شکلش میده. من اگر بخوام به مسند نگاه بکنم، میگم در ذات و طبیعت ولایت فقیه که ولایت مطلقه هم هست، این نوع گرایش پیدا کردن به قدرت مطلقه و پاسخ نگو نبودن نوشته شده است. آقای خامنه ای در این نظر میتونم بگم که نسبت به این مسئله پدیده ولایت فقیه بدی خودش بسیار تأثیر پذیر بوده، به دنبال او آمده تا امروز. اونهایی هم که داستان عملگرایی نارو صحبت میکنن، به خصوص به من اجازه بدید بگم که اغلب ما ایرانی ها خودمون از روانشناسی خودمون خوب سر در نمیاریم، چه برسه به دیگران و برای رهبرانمون. حالا بیگانگان و خارجی هایی که روانشناسی پیچیده و وجه ایرانی رو به دلایل تاریخش الان نمیپردازم نگاه میکنن، اغلب از عینک خودشون میبینن. باید دید پرگماتیسم رو چی تعریف میکنن. اگر پرگماتیسم خودش رو نوعی تطبیق دادن با تناسب قوای درون قدرت برای حفظ کردن سلطه و ملکش باشه، حتی اگر اون ملک برای بعد از او هم عقیم باشه، بله آقای خامنه ای رو میشه گفت که عملگرا بوده. اما اگر ولایت فقیه رو به عنوان حکومتی برای پیشبرد نظری، تزی، از جمله اون چیزی که بنا بود ولایت فقیه حکومت صلحا باشه، اسلام رو تقویت بکنه، جامعه ایران رو تقویت بکنه، نه، نتایج کاملا متفاوتی رو رسیده بهش 30 سال بعد از ولایت آقای خامنه ای. این گزاره که آقای خامنه ای
رهبری معتدل بوده و الان تغییر کرده رو آقای حیدری شما چطور میبینید؟ چون به نظر میاد که این گزاره‌ای هست که حالا ما میشنویم که احتمالاً سیستم‌های اطلاعاتی غربی هم، یعنی احتمالاً 100% چنین نظری داشتن، ولی در ایران هم چنین چیزی گفته میشد. آیا این طور هست؟ او تغییر کرد؟ سلام بر شما و بر بینندگانتون و بر مهمانان عزیز برنامه. به نظر من آقای خامنه‌ای تغییر نکرده. واقعیتش اینه که من تصور میکنم ایشون در واقع فرصتی پیدا کردند تا اون چیزی که بودن رو به نهایتش برسونن. اینکه ایشون اعتماد به نفسشون بیشتر شده در طول زمان یا اینکه در واقع تونستن به کار سوار بشن، این یه بحثه. اینکه آیا از اول دنبال یک پروژه دیگه ای بوده و بعد تغییر کرده بحث دیگری هست. من فکر میکنم که البته قبل از اینکه درباره خود آقای خامنه ای صحبت کنیم باید به این توجه کنیم که اساساً اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته ماهیتش رو اگر ما یک نوعی از استبداد دینی در نظر بگیریم، این حداقل 4 دلیل کمک کرده برای اینکه این نوع از استبداد دینی در ایران تکوین پیدا کنه. یک بخشش در واقع سرنوشت تاریخی نظریه ولایت فقیه هست که نهایتش و تکامل نهاییش میتونست و میباید ظاهرا منجر به نوعی از استبداد دینی میشد. یک وجهش وجه حقوقی هست، همونطور که آقای سلامتیان هم اشاره کردن، در واقع اون چارچوب حقوقی که در قانون اساسی برای ولایت فقیه در نظر گرفته که غیر پاسخگو هست و این منجر به ساخته شدن یک ساختار حقیقی شده، اون هم در واقع هدایت کرده حاکم رو به سمت اینکه استبداد بورزه. بخش دیگرش رو باید اون نقش عمومی در این مورد و نیروهایی که درگیر تبدیل آقای خامنه یا هر حاکم دیگه‌ای در این ساختار به یک مستبد هستند، اونها رو باید در نظر گرفت. در واقع به تعبیر اشپربر نظام جباریت تنها با یک نفر شکل نمیگیره، نیروهایی که کمکش میکنن، همدستی میکنن، همراهی میکنن، همفکری میکنن، نظریه پردازی میکنن، مباشرت، مشاورت، همه اینها هست. و نهایتا میخوام بگم که یک بچه دیگه که عملیات خود آقای خامنه ای رو باید در نظر گرفت، همه اون دلایل سگانه بدون عملیات خود ایشون و اون وجه روانشناسی که داره، اینکه چگونه با این مسئله مواجه شده، چطور خودش رو توجیه میکنه به این نوع از سیاست ورزی، این نوع سلوک سیاسی که داره. و در واقع این 4 دلیل ایشون رو تبدیل کرده به اون چیزی که امروز هست. بله. اما اینکه آیا در ابتدای حکومتشون و در ابتدای زمانی که رهبری رو در اختیار گرفتن هم چیز دیگری بوده، الان چیز دیگری، من فکر میکنم که ماهیت ماجرا خیلی تفاوتی نکرده. البته ایشون اقتدارش بیشتر شده به مرور زمان، نیروهای رقیب رو حذف کرده، اما من فکر میکنم ماهیتش خیلی تغییر نکرده و اون جایگاهی که ایشون در واقع از ابتدا دنبالش بوده رو هنوز هم دنبالش هست و فکر میکنم هنوز راضی نیست به اون چیزی که به دست آورده. پوری، های مطلب طولانی تو نوشتی راجع به این روندی که تو این سالها طی شده. من میخوام ببینم به عقیده تو که برای خیلی تحقیق کردی برای این مطلب، چه عواملی در سالهای آغازین باعث این تغییرات شد و آیا تو هم این تغییر رو میبینی یا اینکه فکر میکنی اونطور که آقای حیدری میگن به هر حال آقای خامنه ای این رو در خودش داشته قبل از اینکه شروع بکنه به رهبری؟ درسته، همونجوری که آقای حیدری گفتن میتونه اینو داشته باشه، ولی یه بخشش برمیگرده به جوونی خود انقلاب ایران. یعنی در نظر بگید آقای خامنه ای 40 سالش نشده انقلاب شده، 42 ساله رئیس جمهور میشه و 50 ساله رهبر ایران میشه. تصور این که الان یک روحانی بیاد در سن 50 سالگی رهبر ایران میشه یه تقریبا غیر ممکنه رهبر آینده. و همزمان با آقای خامنه ای افراد دیگری هم سنشون رفته بالا، یعنی جوانای زیر 30 سال و زیر 35 سالی که فرمانده های ارشد سپاه بودن همچنان سر کارن. خب اگه اعتماد به نفسی بوده همراه با آقای خامنه ای این هم اعتماد به نفس پیدا کردن. ولی از یک نگاه هم تمام چیزهایی که ما الان داریم میبینیم که به نوعی وسعت قدرت آقای خامنه ای و بس دادنشه، اینها همه در همون 3-4 سال اول اتفاق افتاد. البته باید گفت با کمک آقای هاشمی رفسنجانی. این در واقع یک کشوری که خیلی انقلابی بود، خیلی از نهاداش کارشون مشخص نبود،
اینها اومدن آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی رو تبدیل به یک کشور کردن. مهمترین چیزش اینه که مثلا سپاه و سازمان یافته کردن، همزمان شد با بازنگری قانون اساسی، یعنی بخش دستور به بازنگری قانون اساسی زمان آیت الله خمینی، زمان آیت الله خامنه‌ای رفراندوم میذارن و تصویب میشه همون ماهای اول. خب قدرت رئیس جمهور اینجا بیشتر میشه، حوزه اختیاراتش نخست وزیر حذف میشه پستش از قانون اساسی، ولی فقیه قدرتش بیشتر میشه، قوه قضاییه تغییرات اساسی میکنه، دیگه شورای عالی قضایی ما نداریم که متشکل از 5 نفره که عمده شون هم حالا جنای چپ، حالا بهش میرسیم، یک رئیس قوه قضاییه داره. هر چیزی که ما میبینیم تو همون 3-4 سال اول، یعنی حذف نیروهای چپ، پایگاهی که سپاهیان پیدا میکنن در همون 3-4 سال اول، و البته اینا بس پیدا میکنه و قدرت گسترش پیدا میکنه در 3 دهه آینده. برای اینکه این نظمی بدیم به بحثی که در این برنامه داریم، من خیلی دلم میخواد که 10 سال ببینیم. برای همین 3 تا تیکه ویدیو انتخاب کردم از 3 دوره در واقع آقای خامنه ای. نخستینش الان گوش بدیم بهش، روزی هست که در مجلس خبرگان دارن تصمیم میگیرن که او رو به عنوان رهبر انتخاب بکنن. بشنویم. واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ سلامتیون، این همون بخشی است که شما هم در صحبتاتون بهش اشاره کردید. آقای خامنه ای خودش هم به نظر میاد که اعتمادی به این نداره که بتونه رهبر موفقی باشه. حالا من نمیدونم چقدر از این صحبت ها رو میشه تعارفات معمول با توجه به همون چیزی که شما اشاره کردید، شخصیت ایرانی آقای خامنه ای دانست یا اینکه واقعا او چنین باوری داشته، خیلی سخت است که ما بفهمیم. اما واقعا آقای خامنه ای در سالهای اول چقدر تغییراتی که داد از خودش میومد، چقدر با توجه به قدرت زیادی که آقای رفسنجانی داشت این تغییرات شکل گرفت به نظر شما؟ ببینید، اولا نحوه گفتن آقای خامنه‌ای در اون روز دقت بکنید، یک نوعی داره با خود خبرگانی هم که میخوان معینش بکنن تعیین حساب میکنه. توی اون صحبت شکست نفسی میکنن که از اونها بگن که از من اگر یک چوبم باشم شما باید تبعیت. از این مسئله که بگذرم، میبینم آقای خامنه‌ای آقای رفسنجانی عملا بیشتر اوشون رو برآورده است. همون جلسه کاملا معلوم صحنه‌گردانی آقای رفسنجانی است. آقای رفسنجانی متوجه اهمیت داشتن کنترل نیروهای نظامی و امنیتی در یک نظام تمامیت خواه نیست در اون زمان. علتش هم اینه که تجربهش عبارت از این بوده که بیشتر به دنبال کارهای اجرایی گوناگون مختلف بوده. خودش هم از نقطه نظر ذهنی و فکریش بیش از آنچه که یک نفر روحانی و اصطلاح همنشین با نظامی و خلق و خوی نظامی باشه، با وجود اینکه فرمانده نیروهای مسلح بوده مدتی، نه اینجور نبوده. آقای خامنه‌ای چه از مشخصاتی که داره از ساعت اول قبل از فروپاشی ارتش شاه در حساس ترین مراکز ارتش شاه جا میگیره. آقای خامنه‌ای از اولین کسانی است که به زیر زمین ستاد ارتشی وارد شده که ژنرال های باقی مانده ارتش شاه و مستشارای آمریکایی در آن زندانی بودند و اونا رو راحت آزاد کرده فرستاده سفارت آمریکا. شاید چه از دلایلی که آمریکایی‌ها چون رو عملگرا میدیدن به این حساب باشه که بالاخره اون ژنرال ها رو از زیر زمین ستاد ارتش آقای خامنه‌ای تحویل آمریکایی‌ها داده.
اما این آقای خامنه ای بیشتر نسبت به تجربه‌ای داشت که داره راجع به اهمیت کنترل کردن نیروهای نظامی و شبکه درست کردن در بین نیروهای امنیتی داره، با اونها هم خوتر زندگی بیشتر میکنه. آقای خامنه ای بیشتر یک عنصر پادگانی است. ببینید آقای خامنه ای رو اگر سر زندگیشو در ظرف 30 سال گذشته نگاه بکنیم، شاید اقراق نگم که وقت بیشتری در پادگان و برای حل و فصل مسائل پادگانی و نظامی و امنیتی گذرانده تا رسیدن به فقه و الهیات. متناسب با این یه اشرافی داره که این جایگاهی که در آن قرار میگیره یک جایگاهی است که در شأن جایگاه دینی و رهبری یک انقلاب مثل انقلاب ایران، در آن زمان انقلاب مثل انقلاب‌های ایدئولوژیک قرن بیستم نیست، اما خودش رو به عنوان مهمترین ابزار نظامی امنیتی در این مسیر میبینه، همه جور هم میادش جلو. و از این نقطه نظر به نظر من آقای خامنه‌ای در دهه اولش اونجایی که میره با سپاه میشینه، نظم و نسق میده، یک نوع ثباتی معین میکنه در بین فرماندهان سپاه که تا آخرم داره، خیلی کارآمده. اما اونجایی که میخواد ادعای رهبری مذهبی بکنه، اولین شکست عمده خودش رو میخوره که در مورد مرجعیت آقای چون در پیش قبلا گفته شده بود که رهبر باید مرجع باشه، آقای خامنه‌ای هم مرجع نبود، با مرجعیت عجب با بقیه روحانیون اختلاف پیدا میکنه، اساسا بر سر اینه که ایشون خودش رو مرجع میدونه. پس مشروعیت این قدرت نظامی در ذهن خود آقای خامنه‌ای درسته یک پوشش مرجعیت میخواد، اما فقط منوط به این نیست. آقای خامنه‌ای شاید نسبت به آقای خمینی اشراف بیشتری داره که برای حفظ کردن این جایگاه باید نیروهای انتظامی و امنیتی و ارتشی و سپاهی رو کاملا در کنترل داشت و اونم کنترل کرده تا امروز. پوریا، تو هم تو مطلب دقیقا به همین موضوع اشاره کردی. به ممکنه این روند تاریخیش رو برای ما یک بار دیگه یادآوری بکنی؟ چطور در واقع این اتفاق افتاد؟ این یکاسه کردن نیروهایی که در واقع مثلا جاندارمری و مثلا نیروی انتظامی و همینطور در بخش سپاهی و نظامی. ببینید این بحث ادغام ارتش و سپاه از سالهای قبل از فوت آقای خمینی مطرح بوده، به خصوص تو خاطرات آقای هاشمی زیاد می‌بینیم در سالهای مختلف دوران جنگ و نزدیک به پایان جنگ و حتی بعد دوره پایان جنگ. در یه مقطعی در خاطرات سال 66 آقای هاشمی میاد میگه که آقای خامنه‌ای اومدن اینجا از من خواستن که سپاه و ارتش رو تمشیت کنم، منم بهشون گفتم که کاش که شما میتونستین این کار کنید. ولی با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای رابطهش با سپاه به خوبی رابطهش با ارتش نیست، بهترین کار انجام نشه چون تاثیر روانی روی چه جالب این موضوع که این خیلی جالبی که حالا همه فکر میکنه، یعنی در واقع سپاه و اون نظم دادنشو دست بخشش و اقتصادی کردن بخشش دست آقای هاشمی رفسنجانی بوده. دقت کنید شما نزدیک مثلا چند ده هزار نیروی نظامی سپاهی و بسیجی از جنگ برگشتن، بخششون دچار معلولیت‌های جنگی شدن، به اینها حالا تعداد اسیران جنگی رو هم اضافه کنید، خیلی هاشون فرصت درس خوندن هم نداشتن، حالا نزدیک 200 هزار نفر 300 هزار تا تعدادش رو من نمیدونم، اینها کار میخوان، خب جنگی هم نیستش، یک نیروی نظامی دیگه سازمانی یافته به نام ارتش هم وجود داره، باید چی کار کرد؟ باید اینا رو دستشون رو بند کرد به یک کار اقتصادی. اولین کاری که اتفاق میفته آقای خامنه‌ای میاد در واقع درجات نظامی میده، همونجوری میاد خیلی مشخص با اینکه نیروهای سگان سپاه قبلا تشکیل شده خیلی اینا رو مشخصا میاد تقسیم بندی میکنه، ستاد مشترک سپاه تشکیل میده عین ستاد مشترک ارتش، یک سازمان یافتگی نظامی پیدا میکنه، درجات نظامی میده، بخششون میرن توی نهادهای اقتصادی، فرضاً مثلا بنیاد تعاون سپاه که کار لوجستیک رو در زمان جنگ میکرد یا جهاد خودکفایی که بخشش ساخت تجهیزات جنگی بود، اینا دیگه بعد جنگ میان یک نهادهای اقتصادی میشه که الان بنیاد تعاون سپاه یکی از غولهای اقتصادی ایرانه. به اینها قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا اضافه میشه. مقطع بعدی میاد کمیته های انقلابی که یک نیروی مردمی شکل یافته برای یک نیروی انتظامی بود، میاد با ژاندارمری و شهربانی اینا ادغام میکنه و اینا رو تبدیل میکنه به یک نیروی انتظامی که بعد قدرت میشه. و مهمتر از این که برخلاف آیت الله خمینی که
یک نظارت کلی روی جنگ داشت یا سیاست‌های کلی جنگ که حالا مثلا ما صلح کنیم، حالا قطعنامه رو بپذیریم، و فرمانده جنگ آقای هاشمی رفسنجانی بوده. عملاً رسما یک سال مونده به پایان جنگ، به درخواست آقای خامنه‌ای جانشینی فرمانده کل قوا تفویض میشه با آقای هاشمی رفسنجانی. اولین کاری که آقای هاشمی رفسنجانی میکنه بعد اینکه آقای خامنه‌ای انتخاب میشه به رهبری، استعفا از مقام جانشینی فرمانده کل قوا، عنوانی که بعدش دیگه به هیچ کس داده نشد و آقای خامنه‌ای زمام امور رو خودش در دست میگیره، نصب و عزل فرمانده‌های نظامی ارتش و سپاه و نیروهای سردوشی دادن، به جزئیات وارد جزئیات نظام شدن و ساندیدن از مانورهای و مهمتر از سرمایه‌گذاری عظیمی که برای تجهیزات نظامی و تسلیحاتی میکنن که چند روز پیش میاد میگه که ما رسیدیم از لحاظ تسلیحاتی نظامی به جای رسیدیم که به مرحله بازدارندگی رسیدیم. و علاقه ای که آقای سلامتی هم گفتن از بد و انقلاب اسلامی در ایران بود که آقای خامنه‌ای داشت شورای عالی دفاع، بعد سرپرست وزارت دفاع، عکسای زیادی هم از ایشون هست تو لباس نظامی، حتی مفصل توی چیز میافتن. ولی خب رابطه شون هم میگه به گفته آقای هاشمی رابطه خوبی هم با ارتش داشته بیشتر از سپاه، و این بخش نظامی اونجا در واقع پا میگیره و تا امروز ادامه داره. خیلی اشاره جالب میکنه برای اینکه الان خیلی ها حتی بعضی از نظریه پردازان هستند که معتقدند که آقای خامنه ای الان در واقع در دست سپاهیان هستند که به او خط میدن. حالا من نمیدونم آقای هیدری شما اصلا با این نظریه موافق هستید یا نه، چون نظریه هست که بعضیا مطرح میکنن، ولی من میخواستم از شما بپرسم به نظر شما چقدر این تاثیر داره، در واقع اینکه آقای خامنه ای در یک دوره قدرتی که نزدیک بود بهش و باید با او هماهنگ میشد آقای رفسنجانی بود در دهه‌های اول، بعد رفته رفته به نظر میاد که سپاهیان قدرت گرفتن و این قدرت به هر حال قدرت فائقه در جمهوری اسلامی، قدرت نیروهای نظامی به خصوص سپاه هست. این چه تأثیری در رفتار آقای خامنه ای داشته؟ درست، من فکر میکنم، البته قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یه نکته ای رو من از صحبت های آقای خامنه ای که پخش کردید بگم. من فکر میکنم برخلاف تصویری که ساخته میشه از اون صحبت های ایشون، به نظر نمیاد که اونجا در حال تواضع باشن. خیلی صریح میگن که این در واقع دنبال این که رهبر سوری باشن نیستن و میگن که خب اگر من انتخاب شم رهبر سوری میشم، حجیت حرف من کجا میره؟ در واقع به نوعی دارن اتمام حجت میکنن. حتی من یک جمله ای رو بخونم که منابع در واقع نزدیک به آقای خامنه ای نقل میکنن که ایشون وقتی آقای آذری قمی جز کسانی بود که با ایشون مخالفت کرد و بعد دوباره ظاهرا بر اساس این گفته های این منابع موافقت کرده بود، آقای خامنه ای از ایشون میپرسه که اگر بنا شود من این مسئولیت رو بپذیرم، اون وقت باید به وظیفه عمل کنم، آیا شما تحمل خواهید کرد؟ بله، ادامه همین صحبت ها میگن. بله، این خودش چیز هست، در واقع نشون میده که ایشون به دنبال این هست که عملی بکنه که ممکنه دیگران تحمل نکنن و در واقع تمامیت قدرت رو میخوان به یه معنا. اما درباره این که آیا سپاه پاسداران یا نیروهای امنیتی نظامی دیگری که در ایران الان در واقع قدرت رو به دست گرفتن، ایشون رو هم کنترل میکنن، من خیلی فکر نمی کنم که همه ماجرا باشه. اولا این که وقتی ما درباره سپاه صحبت میکنیم، درباره یک نهاد صحبت میکنیم، آیا یک نفر یا دو نفر هستن که ایشون رو کنترل میکنن؟ یک کمی این بعید هست، چون ایشون این اختیار رو داره که هر کسی رو که بخواد جابجا کنه، و تو این سالها هم اگه دقت کنید توی سپاه پاسداران واقعا تصفیه خیلی گسترده شده، یعنی تو این 30 سال تقریبا تمام بدنه رؤسای سپاه تغییر کردن، بر همین ایشون این توان رو داره که تغییر بده. اما اینکه آیا به لحاظ در واقع فردی تحت سیطره این نهاد قرار داره، من فکر میکنم که اصلا غیر از این چاره ای نداره، یعنی جایی که بهش تکیه کرده، خب اون نهادی که ایشون بهش تکیه کرده نهادهای امنیتی و نظامی بوده و بنابراین اون نهادها هم به مرور نفوذ پیدا کردن، حرف اونها برای ایشون حجت شده، خب احتمالاً با اونها مشورت میکنه، جلساتی داره، نظرات اونها براش احتمالاً اهمیت بیشتری داره، از این نظر بله اونها نفوذ پیدا کردن، اما من فکر میکنم همچنان حداقل در ظاهر ایشون رو به عنوان ولی قبول دارن و تحت کنترل ایشون هستن، حداقل در ظاهر اینطور هست. و اون تصویر این که پشت صحنه مثلا ایشون
مظلوم واقع شده کاملا غلط هست. در تقسیم بندی که اول برنامه گفتم میخوام بکنم، یک نقطه عطف دیگه میرسه به سال 78 و جنبش دانشجویی و کوی دانشگاه. بلافاصله بعد از اون ما صحبتایی که از آقای خامنه‌ای میشنویم صحبتای مهمی هست. یه بخش از اون صحبتا رو بشنویم، بعد در مورد اون جریانات هم صحبت بکنیم. اینا خودشون شایعه رو القا میکنن، خودشون هم باور میکنن که بین مسئولین اختلاف هست. نه آقا، بین مسئولین اختلافی نیست. همون روز سه‌شنبه عصری که مسئولین تراز اول کشور لازم دیده شده بود که بیان با بنده یک جلسه بگذارن و آمدن اونجا، رؤسای محترم سه قوه، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت، وزرای محترم اطلاعات کشور، دیگران بعضی بودن. من دقت کردم تو حرفای اینها، دیدم همشون یک حرف میزنن، همشون یک چیز میخوان، همشون دنبال یه مطلبن، یه هدفن. مسئولین کشور اینجوری هن. من الان عرض میکنم، خب میدانم که ملت ایران میدانه و با تکرار من خوشحال هم میشه و دشمن هم میدانم که میدانه و با تکرار من ناراحت میشه. همه بدونن مواضع رؤسای کشور به خصوص رئیس جمهور محترم در این قضایا مواضعی بود که 100% مورد تأیید و حمایت من بود و بنده از مسئولین کشور به طور قاطع دفاع میکنم و حمایت میکنم، از رؤسای سه قوه دفاع میکنم حمایت میکنم، از شخص رئیس جمهور به طور قاطع من حمایت میکنم. اگر اشکالی ایرادی هم به عملکرد بعضی از اجزای دولت داشته باشم، من به رئیس جمهور میگم و میدانم و اطمینان دارم که ایشون دنبال میکنن. اینجوریست قضایای ما. دشمن چیز دیگه ای فهمیده، جور دیگه ای فهمیده. اینا بد فهمیده بودن، دیده بودن جناها خط و خطوط سیاسی به هم میپرن گاهی، اما جور دیگه ای فرض کرده بودن، خیال کرده بودن که تو این قضایا این دوتا جناح یا دو سه تا جناح یا هرچه در مقابل هم وای میستن و تا گاو و ماهی با هم خواهند جنگید. اینجا هم اشتباه کردن، دیدن که در راهپیمایی روز چهارشنبه همه جناها اعلان کردن که با راهپیمایی عظیم مردم همراه هم در اون شرکت خواهند کرد. اینه باور نمی کردن. خب این صحبت های آقای خامنه‌ای هست بلافاصله بعد از اتفاقات کوی دانشگاه و به نظر میاد دیدیم در صحبت هایشون خیلی سعی میکنه آقای خامنه‌ای که بگه که من رهبری هستم که به همه جناها به یه چشم نگاه میکنم. درست دو سال بعد از این که بسیار شایع بود که او از یک جناح در انتخابات حمایت کرده و بعد از اون هم حالا صحبت های زیادی. آقای سلامتیان، اول شما میخواستید چیزی بگید بلافاصله بعد از این صحبت ها، میخواییم بفرمایید بعد من سوالمون بپرسم. خیلی متاسفم فرناز خانم، به من اجازه بدید بگم که شما خیلی صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو در روایت اولش گوش میدید و فهمید. نه، صحبت‌های آقای خامنه‌ای در اون روز عملاً یک نوعی بیعت با اعمال فشار گرفتن از کلیه کسانی است که در داخل خود حکومت در مورد مسئله کوی دانشگاه اختلاف نظر دارن با ایشون و با ظرافت، همون ترتیبی که در جلسه اول خبرگان هم آقای حیدری خوب گفتن، عملا میخواد اتخاذ سند بکنه برای کاری که میخواد یک نوع بیعتی بگیره. اون متهم میشن اونایی که امکان داره اختلاف نظری با اینشون داشتن که دشمن باشن. این شیوه همیشه آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای دشمن خارجی براش پودچیز برای حل و فصل کردن مسائل داخلی. فردای تظاهرات دانشگاه این کارو کرده، فردای 88 هم این کارو کرده، الان هم هنوز این کار رو میکنه. ممکنه این دیگه کفگیر به تاییدیش خورده باشه، اما در روش ایشان فرقی نمیکنه. بنابراین صحبت های آقای خامنه ای رو همیشه با این باید گوش داد که دارای چندین لایه و چندین پوسته میتونه باشه که عمده ترین لایه‌اش اینه که در هر زمانی هر نوع اختلاف و تفاوت نظری رو و هر نوع تحولی رو
به حساب خودش بریزه. بالاخره باید معلوم بشه برایشون. یکی از صمیمیترین پیروانشون حداقل در بیان گفته که هرچه آن خسرو کند نیکو بود. این شیوه آقای خامنه‌ای است. ولی چند باز یه نکته رو ببینید، آقای خامنه‌ای در همون جریانات ما بیشتر به تناسب قوا و بیشتر به مسئله ترساندن یا ارعاب امنیتی یا تهمت زدن اتکا میکنه تا اقناعی من. و این یه مشخصه عمده رفتار امنیتی نظامی ایشان در سیستم ایران. آقای سلامتیان خوب گفتید، ممکن هست که ما برداشت اولیه رو داریم مطرح می‌کنیم، به اون چیزی هست که ایشون میگن و به نظر من آقای خامنه‌ای به هر حال یک نقطه قوتشون حداقل از دید بسیاری از حتی منتقدانشون هستش که سخنور قابلی هستند. این که دیگه جزء ویژگی‌های ایشون هست، حتی آقای منتظری هم جایی اشاره می‌کنه ایشون رو آوردیم از مشهد که بتونه در سخنرانی‌ها حرف بزنه و حرف انقلاب رو به خوبی بیان بکنه. آقای حیدری، من می‌خوام در مورد همین قضیه مربوط به جناح‌بندی‌ها بیشتر صحبت بکنیم و اینکه گفته میشه که آقای خامنه‌ای قدم به قدم جناح چپ رو حذف کرد. حالا خودش هم توی همین صحبت‌ها میگه من به چپ و راست خیلی اعتقادی ندارم. واقعا آیا این طور بود؟ آقای خامنه‌ای به خاطر اون چیزی که گفته میشد، کینه‌ای که با آقای موسوی داشت در دهه اول و مشکلاتی که با جناح چپ در دهه اول داشت، اقدام رو کرد، یا لاجرم این اتفاق می افتاد با توجه به اونچه که در واقع دوروبر او می گذشت؟ درسته. یک نکته رو به فرمایشات آقای سلامتیان اضافه کنم، بعد به فرمایش شما بپردازم. من موافقم با آقای سلامتیان که این صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو باید در واقع لایه دیگرش رو دید. فراموش نکنید که خیلی از هواداران ایشون معتقدن که رهبر موقعی که سخنرانی عمومی میکنه محظوراتی داره و تئوری محظوریت رهبری که دوست عزیزمون آقای باستانی هم دربارش مقالاتی نوشتن و اونها معتقدن که اساساً خیلی از این حرفایی که رهبر میزنه به خاطر اجبار و موقعیتیه که ایشون هست، ولی اون چیزی که در دلش میگذره چیز دیگه ایه. تو کوی دانشگاه هم من فکر میکنم واقعا همین بود و چنان که روایت شده که یکی از این بزرگان رفته بود پیشش و ازش گفته بود که شما اینقدر از آقای خاتمی تعریف میکنید ما چی کار کنیم، گفته بود شما کار خودتون رو بکنید. برای همین میخوام عرض کنم که در واقع نگاه آقای خامنه‌ای به همه رقیبانش، به کسانی که احساس میکرد رقیبن، و تلاشی که ایشون داشت این بود که اینها رو حذف کنه. به مرور همین کارو کرد. از شما نگاه کنید، از همون روز بعد از انتخاب ایشون به عنوان رهبر، فرزن آقای موسوی اردبیلی که رئیس قوه قضاییه بود و توی مجلس خبرگان تو همون جلسه وقتی که تر شد که شورای رهبری تعیین بشه، یکی از کسانی که احتمالاً می‌خواست عضو بشه، در واقع قطعاً بر اساس روایت آقای هاشمی رفسنجانی قرار بود اسمش اونجا باشه، آقای موسوی اردبیلی بود، بنابراین یک رقیب جدی بود برای ایشون و ایشون کامل حذف شد. یا آقای میرحسین موسوی که خب در دوران نخست وزیری همه میدونن که با آقای خامنه‌ای خب آبش توی جوب نمی‌رفت، بنابراین حذف شد و سالها خبری ازش نبود. این اتفاق به مرور درباره دیگران هم افتاد، یعنی هر کسی که ایشون احساس میکرد که ممکنه به هر حال در مقابل نظراتشون نظر دیگری داشته باشه به حاشیه رانده شد. اما اینکه در واقع چرا چنین اتفاقی افتاد، به نظر من باید به اون نظام ارجاع خود آقای خامنه‌ای رجوع کنیم. ایشون چگونه فکر میکنه؟ آیا خودش وقتی با خودش خلوت میکنه فکر میکنه که مثلا داره استبداد میکنه یا خودکامگی میکنه؟ من فکر میکنم هرگز اینطور نیست. نه ایشون هیچ کس دیگه ای، احتمالا وقتی با خودش هست توجیهاتی داره، تفسیری میاره و احتمالا اون اتفاقا از بخشی از این صحبتاش اگر دقت کنید که میگه حجیت حرف من پس چی میشه، تو همون اولین سخنرانیش ایشون دنبال این بوده که خیلی خب اگر من تو این جایگاه قرار گرفتم حرف من باید حجت باشه و هر کسی که حجیت حرف ایشون رو قبول نداشته حذف کرده. خب اولین کسایی هم که حجیت حرف ایشون رو قبول نداشتن جریاناتی بودن که دنبال رهبر کردن دیگری بودن. یک عده دنبال آقای خمینی بودن، احمد خمینی بودن، یک عده دنبال احتمالاً موسوی خوینی ها بودن، برخی دنبال شورای رهبری بودن و همه اونها رو میبینید که به مرور حذف میکنن. تمام کسانی که ایشون احساس میکنه به حجیت حرف ایشون اعتقاد ندارن. من میخوام قبل از اینکه بریم سراغ این بحثی که در مورد حزب چپ هاست و میخوایم ادامه بدیم، نگاهی بکنیم به صحبت های آقای خامنه‌ای در 88. برای اینکه آقای
سلامتیان. منظور من در واقع مقایسه صحبت‌های آقای خامنه‌ای با خودش هست. یعنی شما وقتی صحبت‌هایشون رو الان بشنوید در سال 88 متوجه صحبت من میشید که من قصدم چی است. این صحبت‌ها رو بشنویم. اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشون رو بکشونن به خیابان، بعد اونایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونا هم اردوکشی کنن بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدن، از مردم عادی، از بسیج، جواب اینا رو کی بناس بده؟ واکنش هایی که به اینها نشون داده خواهد شد تو خیابان، از شلوغی استفاده کنن بسیج رو ترور کنن، عضو نیروی انتظامی رو ترور کنن، خب یک واکنشی به وجود خواهد آورد، واکنش احساسی به وجود خواهد آورد. محاسبه این واکنش ها با کیست؟ زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندن، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست. عواقبی هم اگر پیدا کند، عواقبش مستقیماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد. اگر لازم باشه مردم اونها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت. خب صحبت‌های آقای خامنه‌ای بعد از 88، بعد از 88 پوریا ما هیچ نامه‌ای مشابه اون نامه 24 فرمانده سپاه نمی‌بینیم. به نظر میاد که دیگه فرمانده سپاه لازم نمی‌بینن که چنین نامه‌ای بنویسن. اون نامه در 78 یک نقطه عطفی است. بله فرناز، اون نامه در واقع میشه گفت آخرین اولتیماتوم سپاه به دولته. یعنی اون نامه خطاب به آقای خاتمیه که میاد میسینه چهره معظم، رهبر معظم انقلاب بودیم و مرگ را برای خودمان طلب کردیم. حالا به اختصار من میگم خار در چشم و استخوان در گلو، ناظر پژمرده شدن نهالی باشیم که حاصل 14 قرن سیلی و زجر شیعه و اسلام است. 24 فرمانده ارشد سپاه، فرمانده در واقع میانی که عموما فرمانده های نظامی هستن یا فرمانده لشکر یا فرمانده نیروی، اینو امضا میکنن. دیگه بعد از اون اگرم باشه یا لحنش تندتره اگه نامه‌ای زدن در این قالب، یا اینکه اصلا احتیاجی نبوده، چون تو سال 88 خب عملا وارد شد سپاه. و البته اینم باید بگم که این فرماندهی 24 فرمانده همشون بعضیشون به جایگاه خوبی رسیدن و وارد سیاست شدن به نوعی. حالا من مشخصا چند نفر میگم، آقای قالیباف اون موقع فرمانده نیرو هوایی، فرمانده نیرو انتظامی میشه چندی بعدش و وارد سیاست، عرصه سیاست میشه. محمدعلی جعفری فرمانده سپاه میشه. قاسم سلیمانی دیگه نور چشم آقای خامنه‌ای، الان به نوعی وزیر خارجه آقای خامنه‌ای، نماینده آقای خامنه‌ای در خاورمیانه است. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اینها به نوعی بعد در سال 88 نقش دارن، نه مشخصا همین فرمانده ها، خود سپاه به طور کلی وارد مقابله میشه و میاد اونجا. باز هم فرماندهای هستن، اینه مثلا فرمانده لشکر سپاه محمد رسول الله. ممکنه یه مقدار رابطه سپاه رو و بیت رهبری رو به ما بگی؟ به هر حال الان بیت رهبری یک، حالا نهاد رهبری، یک دستگاه عریض و طویلی هست که برای خودش دم و دستگاه عریض و طویلی هم داره. این هم از اون چیزایی که قابل مقایسه است با دوران رهبری آقای خمینی، که یک بیت کوچیکی که مدل بیوت مراجع سنتی تقلید، پسرشون یا دامادشون میچرخونه اون بیتو، 4-5 نفر هم رئیس دفتر رو اینها داشتن، بعد تبدیل میشه به یک نهاد بزرگ، یک دستگاه عریض و طویلی که گفته میشه تا 40,000 نفر کارمند داره، نزدیک 10,000 نفر سپاه ولیعهد رو حفاظت میکنن از این بیت. و تمام اینا چیزهایی که آقای خامنه‌ای مشخصا جایی اگه نتونسته قدرت کسی که باش اختلاف داره رو کم کنه یا اون قدرت رو ازش بگیره، در مقابلش نهاد موازی تشکیل داده. یعنی ما سال 78 که اگه برگردیم، سال 70 یعنی بعد
پیروزی آقای محمد خاتمی دو تا اتفاق میفته که یک جوری ضربه میزنه، یعنی یک چالش عظیم برای آقای خامنه‌ای. یکی قطرهای زنجیره‌ایه، آقای خامنه‌ای مشخصا میاد میگه کار دشمن بوده برای ضربه زدن به وزارت اطلاعات، و بعد میاد میگه یک سال 78 میشه 18 تیر، میگه دوباره دشمن برای ضربه زدن به نیروهای امنیتی و انتظامی. بعدش چه اتفاقی میفته؟ بعد اون ضربه زدن به وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات استعفا میده، وزیر اصلاح طلبتر میاد، وزیر اطلاعات میگیره. اونجا میبینیم اطلاعات سپاه روش میکنه، این نهاد موازی میاد، و در اونجا نیرو انتظامی ضربه میخونه، سپاه روش میکنه. در من آقای سلامتیان، وقتمون خیلی کم است، من میخوام از شما بپرسم که اگه بخوایم مقایسه بکنیم رهبری آقای خامنه ای رو با رهبری آقای خمینی، به نظر شما او چطور رهبری هست در مقایسه با نخستین رهبر جمهوری اسلامی؟ مقایسه بین دو نفر رو میخواید بکنیم؟ بله. در درجه اول به اجازه یه پوان مثبت برای آقای خامنه ای بگم که آقای خمینی نداشت. آقای خمینی در دوره‌ای که رهبر بود با رئیس جمهور، که حالا درست یا غلط به ظاهر یا به واقع در جمهور اسلامی برآمده از آراء عمومی است، یعنی وکیل رایاست، با اولیشون که او رو نوعی پسرخوانده خودش هم میدانست، در تنازع قدرت بیش از 13 ماه تاب نیاورد و او رو به 7 بار گفتن اعدام میتونه محکوم بشه تا از پاریس سر بره. و با رئیس جمهور دومی که آقای خامنه‌ای خودشون بودن، وضعیتی به وجود آورد که آقای خامنه‌ای تردید نکردن بعداً به کرات بگن که خار در گلو سکوت کردن و تبعیت کردن. آقای خامنه‌ای با آقای رفسنجانی که من اجازه بدید بگم شریک بسیار بسیار سخت است، شراکت کرده 8 سال تحملش کرده. با آقای خاتمی که اجازه بدید بگم برای آقای خامنه‌ای به دلایل گوناگون رقیب در اذهان عمومی بسیار نگران کننده است، بالاخره 8 سال سر کرده و او رو هر به خود قول خود آقای خامنه‌ای هر هفته یک بار به گریهش انداخته، اما 8 سال رو تمام کرده. آقای احمدی نژاد که عملا مخلوق خودش بوده، اومده و بعد به شدیدترین وجهی عملا به چهره رهبر مطلق نوعی لطمه زده، بالاخره 8 سال تحملش کرده. به اجازه بدید در اون مبنا بگم امروز هم آقای روحانی بالا بره پایین بیاد، آقای خامنه‌ای داره از خودش نشون میده که بالاخره این برآمده شرایطش کاری ندارم، از آراء عمومی رو به یک نوعی کنترل میکنه و باش سر میکنه. این خودش یک نوع قابلیت انعطاف آقای خامنه‌ای است. قابلیت انعطاف نجد تو ببینید از نیچ جمله میگیرم، میگه در بین حیوانات اون حیوانی که بیش از همه به قله بالا خواهد رفت عقاب نیست، ماره، چون قزروفاش با برجستگی و پایین رفتنهای قسمت مختلف صخره خودش رو تطبیق میده. در میدان قدرت به من اجازه بدید بگم آقای خامنه‌ای در تناسب قوای قدرت، چه در درون چه در برون، مردی بوده که در لحظه لازم نرمش قهرمانان خودش رو کرده، بله، به اون که مسئولیتش رو بپذیره. از این نقطه نظر بله، آقای خامنه‌ای بعد از 30 سال میشه گفت در ایران پرتلاطم یک رهبری است که عمر زیادی داشته، علت اون فقط به فقط بیماری شخصیش نبوده، خودش هم تونسته خودشو با پیچ و مهره حفظ قدرت تطبیق بده. و آقای حیدری اگه خیلی کوتاه بتونیم به ما بگید به نظر شما آقای خامنه‌ای چه میگذاره برای رهبر بعدی؟ مهمترین چیزی که از او باقی خواهد ماند برای رهبر بعدی چه خواهد بود؟ نکته‌ای که هست این است که آقای خامنه‌ای به هر حال رهبری ضعیف‌تر از آقای خمینی بوده، برای همین نوع دیگری مجبور بوده که سلوک سیاسی خودش رو تنظیم کنه و برای اینکه اقتدار رو به مرور و به آرامی بتونه قبض کنه ناچار بوده که مسیر دیگری رو بره، با آقای خمینی متفاوت بوده از این جهت. نکته‌ای که هست این هست که ایشون حداقل به نظر من دو تا تفاوت اساسی بین دوره رهبریشون و دوره آقای خمینی هست. یکیش این هست که جمهوری اسلامی وارد یه دوره توسعه طلبی در واقع تو منطقه میشه. این چنین چیزی رو ما تو دوره آقای خمینی سابقه نداشته. حتی آقای صیاد شیرازی در خاطراتش نقل میکنه که
یک بار یک عده ای از نیروهای نظامی ایران رو میفرستن لبنان برای اینکه اسرائیل حمله کرده بوده به لبنان و آقای خمینی وقتی متوجه میشه دستور میده که همه اینها برگردن و خیلی عصبانی میشه. این روحیه توسعه نیروی نظامی و دخالت در منطقه رو ولی آقای خامنه‌ای وارد ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کرد. این یکی از میراث هایی که به رهبر بعدی اگر قرار باشه رهبر بعدی وجود داشته باشه خواهد رسید. نکته بعدی اون دستگاه سرکوب خیلی پیچیده ای هست که البته از دوره آقای خمینی تکوینش شروع شد و خب بدترین دوره سرکوب هم در دوره ایشون بوده، اما در دوره آقای خامنه‌ای به کمال خودش رسید، بنابراین در واقع و به تنوع رسید، چون علاوه بر وزارت اطلاعات در سپاه پاسداران هم نهاد اطلاعاتی رسمی تشکیل شد و حتی تو قوه قضاییه نیروی انتظامی خیلی در واقع نهادهای موازی متنوعی برای سرکوب تشکیل شد. این هم یکی دیگه از میراث هست که از ایشون به رهبر بعدی اگر قرار باشه رهبری باشه خواهد رسید. متشکرم از شما آقای حیدری، آقای سلامتیان و همکارم پوریا ماهریان اینجا با ما در استودیو. اما این هفته تقی رحمانی همسر نرگس محمدی از فعالان سیاسی و مدنی زندانی در ایران درباره وضعیت او هشدار داده. خانم محمدی بعد از عمل جراحی بدون دسترسی به داروهای مورد نیازش از جمله آنتی بیوتیک به زندان منتقل شده. همزمان عفو بین الملل از وضعیت سپید قلیان و اسماعیل بخشی و بیخبری از آنها ابراز نگرانی کرده. این دو فعال کارگری پیشتر گفته بودند که در زندان شکنجه شدند و دوباره بازداشت شدند. همزمان برخی دیگر از فعالان حقوق بشر درباره احکام طولانی زندان برای فعالان سیاسی و مدنی هشدار می‌دهند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا از واشنگتن با ماست. خانم سپهری‌فر، خوش آمدید به این برنامه. به نظر میاد که نگرانی در میان فعالان حقوق بشر این روزها زیاد هست. مواردی رو اشاره کردم. سازمان شما بابت چی این روزها ابراز نگرانی میکنه و نگرانه؟ به نظر میرسه که در چند ماه گذشته، حداقل از آغاز سال جاری میلادی، فشارها به فعالین حقوق بشر و فعالینی که به صورت مسالمت‌آمیز خواسته های جامعه مدنی رو، حالا جامعه کارگری باشه یا موارد دیگه مثل روزنامه نگاران، مطرح میکنن، مورد سرکوب شدیدتری دارن قرار میگیرن و در واقع ظرف دو ماه گذشته ما شاهد صدور دو مورد حکم قضایی بسیار طولانی برای دو وکیل حقوق بشری بودیم. یکی از برجسته ترین وکلای حقوق بشری خانم نسرین ستوده هستش و به نظر میرسه که حتی در ظرف سال گذشته ما شاهد افزایش چشمگیر مدت در واقع احکام زندانی که برای فعالین در حال صادر شدن هستیم و این وضعیت بسیار نگران کننده هست، چون به نظر میرسه که فضای اندکی که ممکنه برای فعالین وجود داشته باشه هم در حال بسته شدن هستش. بعد از به روی کار آمدن آقای رئیسی در قوه قضاییه، آیا تغییری در سیستم قضایی و احکامی که صادر میشه شما مشاهده میکنید؟ آیا به نظر میاد که تغییر صورت گرفته باشه، چه به سمت بهتر شدن چه به سمت بدتر شدن؟ چیزی که مشخصه اینه که آقای رئیسی با سابقه بسیار تاریکی در زمینه حرفه ایشون در مدت فعالیت طولانی مدتشون در قوه قضاییه سکان هدایت این قوه رو بر عهده گرفتند و این احکامی که صادر شده در چند ماه اخیر بی سابقه بوده. چیزی که برای ما روشن نیست اینه که آیا اینها در واقع تحت عملیات مستقیم ریاست قوه قضاییه داره صورت میگیره یا اینکه صرفاً با عدم دخالت ایشون در امور جاری قوه قضاییه و در واقع با گذار کردن اختیار به دادگاه‌های انقلاب که سابقه طولانی در سرکوب فعالین دارند در حال انجام شدنه. اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داده بعد از اینکه در قانون ایران، قانون کیفر، تغییری داده شده که بر اساس ماده 134 قانون اجازه داده میشه که به فردی که محکوم شده تنها طولانی ترین حکم رو در زندان سپری بکنه، ما شاهد افزایش مدت محکومیت ها بودیم. این افزایش در دو ماه گذشته و در مشخصا در مورد محکومیت خانم ستوده و آقای امیرسالار داوودی به شدت افزایش پیدا کرده. یک مورد دیگه ای که بسیار نگران کننده هستش و به نظر میرسه که در واقع در مسیر بدعت‌های دادگاه انقلاب در تفس
تفسیر از قوانین ایران بوده، این مسئله هستش که در حکم آقای امیرسالار داوودی ایشون به 15 سال زندان محکوم شدن با تعبیری که از ماده 134 قانون انجام شده و در واقع محکومیت 10 ساله به 1.5 برابر افزایش بده کرده برای تشکیل گروه غیرقانونی. این مصداق همچین اتهامی ظاهراً به گفته خانواده ایشون تشکیل یک گروه کانال تلگرامی برای به اشتراک گذاشتن اخبار مرتبط با پرونده موکلینشون بوده که این به شدت نگران کننده هستشون. حتی در اگر با دید قضات دادگاه انقلاب هم نگاه بکنیم، در بدترین حالت این باید چیزی شبیه نشر اکاذیب باشه و محکومیتی تا حدود 1 یا 2 سال رو در پی داشته باشه، نه اینکه 15 سال محکومیت برای به اشتراک گذاشتن موارد مرتبط با پرونده موکلین باشه. به نظر میرسه که در حالا یا با هدایت رئیس قوه قضاییه یا با عدم دخالت در پروسه دادگاه انقلاب، این بدعت گذاری در تفسیر قوانین به سرکوب برای بیشترین سرکوب جامعه مدنی در حال ادامه پیدا کردن و روند بسیار نگران کننده ای هست اگر جلوش گرفته نشه. به نظر میاد که با این تصویری که داریم وضعیت حقوق بشری در ایران به خصوص در ماه‌های گذشته وضعیت درخشانی نبوده، بسیار پرونده هایی هست که باعث نگرانی فعالان حقوق بشر هست، از طرف دیگه سایه جنگ روی سر ایران هست و بحث تحریم ها هست. آیا شما به عنوان فعال حقوق بشر و سازمانتون همینطور، آیا فکر میکنید که هیچ راهی هست که بشه به حکومت ایران، به قوه قضاییه ایران در یک گفتگو رو در زمینه حقوق بشر باز کرد و با اونها گفتگو کرد؟ چون سابق بر این گفته میشد که راهکا و کانالهایی از طریق اروپا وجود داره، بعضی از امکانات بود، الان به نظر میاد که خیلی از اینها بسته شده. واقعیت اینه که وقتی خطر جنگ و فشار تحریم‌های اقتصادی شدت می‌گیره، بسیاری از راه‌های ارتباطی با دولت ایران بسته میشه. مکالمات در واقع مناسبات حقوق بشری بین ایران و اتحادیه اروپا همچنان ادامه داره، اما بسیاری از سفرهایی که مقامات اروپایی به ایران میکنند با محوریت موضوع هسته‌ای، محوریت خطر جنگ و محوریت تحریم‌ها صورت میگیره و در واقع فضای حداقلی که برای بررسی وضعیت بسیار نگران کننده حقوق بشر در ایران وجود داشته هم در حال بسته شدنه. و مشکل دیگه این هستش که وقتی روی کرد دولت آمریکا به شدت دوگانه و با سوء استفاده از برای رسیدن به مقاصد سیاسی وضعیت حقوق بشر ایران رو به طور خاص برجسته میکنه و کشورهای دیگه، کشورهای همسایه مثل عربستان، مثل اسرائیل، مثل مصر که وضعیت حقوق بشرشون نگران کننده هست رو بر اونها چشم پوشی میکنه، این فرصت رو به حاکمیت ایران میده که نشون بده که این فشارها در واقع فشار سیاسی هستش و در واقع از فشار جامعه جهانی میکاهه. متاسفانه شرایط دشواری هستش و ما همچنان از اتحادیه اروپا و دولت‌هایی که با ایران در ارتباط هستند درخواست خواهیم کرد که مسئله حقوق بشر ایران رو به حاشیه نگذارن، که به حاشیه رونده بشه و نگرانی هاشون رو مطرح بکنن. کیس های بیشماری هست، شما بسیارشون اشاره کردید، مسئله فعالین متخصصین محیط زیست که تقریبا بیش از 1.5 سال بدون هیچ گونه مدرک مشخصی در زندان هستن. ما درخواست میکنیم که این کیس ها رو به صورت حضوری و عمومی مطرح بکنن، ولی واقعیت اینه که فضا و اولویت برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران به شرایط متفاوتی رو تجربه میکنه و برای خیلی از دولت‌ها این اولویت داره کاهش پیدا میکنه. ممنونم از شما تارا سپهریفر از دیدبان حقوق بشر با. و ممنونم از شما که با این صفحه دوی آخر هفته همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی سایت یوتیوب هم دوباره ببینید. راههای تماس با ما از طریق توییتر و فیسبوک برای شما باز هست. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. شب و روزتون خوش.